خوش اومدید به یه آموزش چرت و پرت. از اونجایی که کامنت های من رو داخل این دو سال خوردید و همینطور دارید میگید ویش آموزش مونواک چی شد، من به تو امید داشتم ویش، قرار بود آموزش مونواک بذاری، تو به من قول دادی، من هنوز ازدواج نکردم، آموزش مونواک میخوام. من امروز داخل این ویدیو قرار بهتون آموزش بدم که چطوری از این کارا بکنید، چطوری مونواک بزنید. او مای گاد. و چطوری اونقدر داخلش قوی بشید که اصلا دیگه از پیریش مونواکتون نیفتید. اگر از این آموزش خوشتون اومد و براتون مفید بود، کانال سابسکرایب بکن، ویدیو رو لایک کن، کامنت انگلیسی. اولین نکته ای که میخوام برای مونواک پیریش به شما بگم، مونواک پیریش اصلا ابدا به درکلیک نیازی نداره. اصلا و ابدا به دنبال خرید یه موس برای مونواک بریج نباشید. اصلا نیاز نیست. اگرم خریدید فدا سرتون. ما داخل مونواک بریج کلید اصلی و طلایی و کلاً تنها چیزی که باعث میشه شما از مونواک بریج نیفتید فقط تایمینگه. حالا تایمینگ چیه؟ اگر ویدیو قبلیمو یادتون باشه آموزششو دادم. تایمینگ یعنی اینکه بیاید یک دونه کار رو حفظ بکنید که چطوری انجامش بدید. برای مثال من اینجا دارم همینطوری راه میرم و کلیک میکنم، این خودش یه دونه تایمینگ داره. اینطوری من دارم اون تایمینگ رو انجام میدم و اگر ببینید من با هر نوع کلیکی که میتونم مونواک بزنم. اگر دقت بکنید الان سی پی اس هم 4 5 بود، نگاه کنید من با سی پی اس 4 میتونم مونواک بزنم. اصلا ربطی به اینکه سی پی اس بالا داشته باشید یا درک بکنید نداره. من خودم برای مونواک بریجام دابل کلیک میکنم، ببینید سی پی اس هم بالای 10 دیگه نمیره، همون بین 9 10 یا 8. پس هیچ وقت به دنبال خرید یه موس جدید برای مونواک بریج نگردید. من اینجام که به شما تایمینگ شما آموزش بدم. برای اینکه این تایمینگ رو بیاید حفظ بکنید شما نیاز دارید یه دونه ماد رو آن بکنید به اسم بلاک اوورلی. این بلاک اوورلی رو آن بکنید قسمت اوتلاین، این اوتلاینش رو می‌بینید داخل کلی کلاینت ها هست که نوشته اوتلاین، اون رو آن بکنید، این رو بذارید روی مثلا 45 و اینو سیاه یا هر چیز دیگه ای بکنید. روی زمین اول تمرین بکنید، بیایید اینجا کراسرتون ته زمین باشه دیگه نتونه بره اون طرف تر، دقیقاً اینجا باشه. کراسرتون رو اینطور نکنید انگار میخواید گاد بریج بزنید، نه، ببینید شما باید یه زاویه 45 درجه تقریبا تشکیل بدید روی بلاک که تقریبا اینطوری میشه. اگر میخواید گاد بریج بزنید اینطوری باید بگیرید بلاک رو، ولی برای مونواک شما نیاز دارید که همینطوری دی رو بزنید و ول بکنید، یا مثلا اگه اینطوری میخواید بزنید ای رو بزنید و ول بکنید. چرا؟ چون که موقعی که این کار رو میکنید رنگار دارید روی بلاک مثل مایکل جکسون اینطوری مونواک میزنید و به خاطر همین اسمش رو گذاشتم مونواک. و آره، پس کراسرتون رو یه حالت اینطوری نگه دارید و همینطوری دی رو اسپم بکنید. حالا من استروک مادم هم میارم، اگه اینجا دقت بکنید، اگر دقت بکنید من همینطوری دارم دی رو میزنم برای خودم و موقعی که میخوام انجامش بدم اگه دقت بکنید من همینطوری دی رو نگه داشتم و فقط دارم کلیک میکنم به همین راحتی. اگر هم دقت بکنید من دارم با دابل کلیک این کار انجام میدم و بلند اصلا نیازی به درک کلیک و اینا نیست، حتی میتونید این کار با سینگل کلیک هم انجام بدید. سینگل کلیک چطوریه؟ من فقط یه دونه کلیک دارم میکنم، یه سی پی اس دارم میگیرم، یکم سخت داره ولی خب اگر تایمینگش رو یاد بگیرید خیلی بهتر میتونید انجامش بدید. من خودم دابل کلیک انجام میدم چون که یه حالت سیف داره، ولی خب اگه دقت بکنید با نورمال کلیک هم میشه، منتها با نورمال کلیک یکم جامپینگش سخته، اینکه اینطوری بپرید یکم سخته، ولی خب اگر مثلا با دابل کلیک انجامش بدید دیگه مثلا اون طرف این طرفش هم میتونید یه دونه باترفلای کلیک بکنید و کلا بریجتون رو خیلی ساده تر انجام بدید. کاری که من معمولا میکنم برای تمرین این اینه که معمولا من برای اینکه تایمینگش رو برم حفظ بکنم میرم داخل سرورای معروف مثل بریجر دادلند، بعضی موقع هم داخل های پیسل میرم داخل قسمت ترینینگ اونجا تمرین میکنم. و این رو بهتون بگم یاد گرفتن تایمینگ مونواک اصلا اینطوری نیست که مثلا دو روزه ای رو یه هفته یادش بگیرید، شما حداقل نیاز دارید حداقل 6 ماهی تمرین بکنید تا بتونید خیلی خیلی مستر بشید داخل تایمینگ مونواک بریج. شما میتونید با شورت درک کلیک هم این کار رو انجام بدید. اگر موس درک کلیک دارید میتونید با زدن 3 تا سی پی اس یه دونه شورت درک کلیک همینطوری مونواک رو انجام بدید و اتفاقا هم بهتر میتونید انجامش بدید چون که درک کلیکه. ولی خب اگر مثلا ندارید دیگه همون موس دابل کلیک دارم اوکی، یا سینگل کلیک هم اوکی، ولی سینگل کلیک یکم سخت تره. خوش اومد به گیم اول. و برای اینکه اثبات بکنم که مونواک بریج واقعا به دردون میخوره من اومدم داخل یه دونه مپ بزرگ میخوام این کار انجام بدم و الان راشمون رو با 48 تا فول میزنیم داخل مپ سکای رایس و همطور که دارید میبینیم من خیلی سریع دارم میرم سمت دایموند و الان اینجا دیگه خیلی راحت میتونم
بریجمو بزنم و رو این چه کاری بود؟ رفتی واقعا 48 تا آیرون رو یه دانش رو فایوال گرفتی؟ اینو باید مثلا راش دوم انجام میداد، میتونه سولز بگیره با بلاک و بیاد سمت من. ایبی نداره، اصلا ایبی نداره. خب ما حاجی دوباره فایوال گرفت به خدا. آه بلدی؟ منم بلدم، من بیشتر تو بلدم. اوکی طرف تو چک گفت وات یه برو، من بیشتر با فایوال کار کردم نسبت به تو. همیر کجا میری؟ اوکی طرف پشیمون شد، گفت نه برو من میرم توی وید. ولی آره با فایربال و مونواک بریج میتونید همچین حرکت هایی هم بزنید. من این گیم معمولا میخوام فقط مونواک بریج برم، فقط بهتون نشون بدم. اوکی رفتم روی فایر، وات دا فاک. بریم با اینا. اکشی باید پرات بگیرم چون آره بیشتر نیازمون میشه. یه دونه هیل پول هم میگیرم، بعدا اگر یه نفر اینجا تارگتون کرد و ما تو بیس بودیم که مجبور نباشیم اینقدر فایت بدیم باهاش. های دونه آرمر هم میگیریم و پرات هم که داریم. خوبه، خیلی هم خوبه. گری داره میره میدل، چه داره میره میدل نمیدونم. ای بابا اوکی گری میدله، باید سپر کردم به یه دونه پراد دو میگیرم. گری داره میاسم نمیاسم خوبه که من باید این گری رو تارگت بکنم چون امرال داره و قراره داخل گیم یکم اذیتمون بکنه. امیدوارم فقط آکوا مزاحمت ایجاد نکنه برای فعلا. یه دونه پریگپ میکنیم. های برو بای بای هردش. آه مرد. نایس. الان باید ببینم بلو کجاست. بلو رده. اوکی نایس. همطور که داری میری بچه ها واقعا گیم داره سری پیش میره. حالا هم به خاطر سری بودن خودمه، هم به خاطر اینه که بریجام خیلی سری بوده چون که ما فرسراشمون رو واقعا سری زدیم و اگر فرسراشتون رو خیلی سری بتونید بزنید خیلی توی گیم جلو میافتید. آره الان هم میتونیم امرالدا رو بگیریم، ما تا بلاک نداریم، زیاد مشکلی هم نیست. سینم بگیرم طرف میاد طبیعتا سمت بدم، پس من میرم بیس خودم. از این قسمت دایمه دارو برمیدارم، فقط امیدوارم فایربال نداشته باشه که 100% داره. بید بد داره. اوه شد بشه، من اسمم سنسرف نیست، نیکم سنسرفه. دود این چه کاریه؟ یه پایین بابا مردونه پلی بده. من صدا که چیزی نگو، فقط میخواست همینطور پلی بده. اوکی این گیم واقعا فینه، جدی ایزی بینه. فایربال نداری؟ It is teams. No, bro, I'd win. Okay, این میره اون طرف. آه، وایت کرد. What? Bro, چرا وایت کردی؟ ای بابا. Okay, GG. Okay, ما اومدیم داخل ریپلی گیم و اگر ببینید 8 دقیقه گیم رو تموم کردیم. عدد مناسبیه برای یه دونه گیم واقعا. همونطور که دارید ببینید من داخل بیس وایت هم سب کردم اینجا برای 24 تا آیرن. دو تا گلدم دراپ کردم که بعدا آرمر بگیرم. یه دونه استون سورد با 48 تا پول. و ببینید چقدر سریع داریم راش میدیم. سریع میریم سمت دایموند جن، از اینجا دوباره راش میدیم. و اینجا نمیدونم این واقعا مشکلشی بود یارو فایربال مود میکنه. خب راش دوم اینجا دیگه گفتم آها دوباره فایربال میگیری ها. اینجا میخواستم فایربالش رو بیت کنم که بیت نشد. اینجا یه دونه فایربال جام کردم چون که میدونستم فایربالش رو میزنه. و اینجا دیگه باش فایت دادم و ناکش کردم توی با اینجا هم که بدش رو زدیم. اینجا جنش رو استول کردم، گلداش رو نیازشم برای موقعی که آرمر بگیرم چون اونجا طبیعتاً یه 8 تا گلد اسپان میشه. و اینجا هم 5 تا کالیت کردم و خلاصه خیلی راحت با راش سوم هم میتونستم یه دونه آرمر بگیرم. و اگر دقت بکنید من با این ترفندی که انجام دادم همراه با مونواک بریج الان خیلیا که داخل گیم بدوارس هستن اصلا هنوز آرمر هم نگرفتن و من میتونم خیلی راحت برگردم بیسم و یه دونه آرمر بخرم برای خودم. و آره هم پرات داریم هم ترپ داریم و
هم میتونیم بریم به بقیه روش بدیم. و آره بچه‌ها، خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و این ترفند رو دوست داشتید و همینطور بهتون اثبات شد که واقعا این نوع ترفند و این نوع بریج به کارتون میاد، خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنین، چند سابسکرایب بکنین و من رو به دوستاتون معرفی بکنید. این روزا من خیلی دوست دارم گرایند بکنم برای 15 کا سابسکرایبر و توی آینده گرایند بکنم برای 30 کا سابسکرایبر که شاید یوتیوب رنکی هم بگیریم داخل آی پیکسل و کانتنت های بیشتری آپلود کنیم. خیلی ممنون که این ویدیو تماشا کردید و تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدافظ.